هللویه 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 هللویه. زنان سپاس خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین را که باز هم فرصتی را فراهم کرد تا من و شما خوبان با هم صحبت کنیم. بنده داوود نصارا همسایه شما خوبان هستم، به شما خوش آمد میگم به برنامه خوبی خودتون. عیسی تنها راه نجات. عزیزان دلم، ما از طریق تلویزیون تیوی هنسوری یا تیوی ویژن سویدن مهمان خانه های شما خوبان هستیم. امیدوارم که از برنامه خوبی خودتون لذت ببرید و با ما باشید. امروز میاد که شهادت ایمانی برادرمون رو، برادر لطیف که خداوند عیسی مسیح شاه جلال نجاتش داده، بشنویم و کار عظیم را که خداوند عیسی مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین در زندگی برادرمون کرده و برادرمون را از سرزمین مردگان به سرزمین زندگان آورده، از تاریکی عظیم به نور عظیم و حیرت انگیزش فراخوانده، میاد که کار خدا را در زندگیش ببینیم. ما دو هفته پیش شهادت قسمتی اولی شهادت برادرمون را داشتیم و وقت یاری نکرد که ما کامل کنیم شهادت برادرمون رو، و میاد که امروز قسمت دومش رو شروع کنیم و برادرمون ما رو راهنمایی کنه و شهادتش رو بشنویم که خداوند عیسی مسیح در زندگیش چه ها کرده. پس با ما باشید عزیزان، کار خداوند عیسی مسیح شاه جلال در زندگی برادرمون کرده بشنوید. چون که عزیزان خدا ما را نجات نمیده برای خودمون، خدا یک کار را برای ما نمیده، اون کاری که در زندگی ما انجام میده اون نشانه ای هست برای دیگران، نشانه ای هست برای دیگران. کاری که در زندگی برادرمون خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال انجام داده، این میتونه این نشانه ای هست برای شما که امروز رو گوش میدید و برنامه رو میشنوید، که خداوندمون عیسی مسیح به شما هم میگه امروز من میخوام زندگی تو رو هم عوض کنم، امروز من میخوام نور حیرت انگیزم رو در زندگی تو هم بتابانم، امروز من میخوام دست تو رو هم بگیرم و تو رو هم از این باطلاق گناه بکشم بیرون، در روی صخره نجات که خداوند عیسی مسیح شاه جلال هست میگه قرار بدم، بگه امروز من میخوام دست تو رو هم بگیرم. بیایید عزیزان امروز دستتان را در دست خالق آسمان و زمین عیسی مسیح شاه جلال قرار بدین، اجازه بدین که خداوند عیسی مسیح شاه جلال شما را در آغوش بگیره و از چهار دور بر شما را محاصره کنه، اجازه بدید که خداوند عیسی مسیح شما را بلند کنه، شما اون طفل شرخورده نزد مادر که در آرامش در بغل خدا، در آغوش خدا، در عشق خدا، در محبت خدا، در نور خدا خوابیدین و آرام گرفتین. بیاید امروز اون روزی باشه که شما در خدا آرام بگیرید از آن. هللویا. خدا مرا نجات داد، مرا آرامش داد، خدا برادرمون را نجات داد، برادرمون را آرامش داد. این آرامش برای شما هم هست عزیزان. بیاید امروز به خداوند عیسی مسیح شاه جلال ایمان بیارید. ما میدونیم که سرزمین ما سرزمینی قندیده هست، سرزمین ما سرزمینی خون هست. تنها خالق آسمان زمین میتونه سرزمین ما را پاک کنه، غم بیندازه بیرون، ولی ما باید بخواهیم که خدا غم را بیندازه بیرون. پس بیاید امروز با هم از خداوند عیسی مسیح شاه جلال بخواهیم که غم را بیندازه بیرون. آمین. پس وقت زیاد نمیگیرم، میریم برادرمون رو دعوت میکنیم. هللویا. We will actually welcome our brother Latif. هللویا. خیلی خوش آمدید برادر به برنامه عیسی تنها راه نجات. بفرمایید برادر، ما را شاد بسازید با کاری که خداوند عیسی مسیح شاه جلال در زندگی شما کرده. میشنویم برادر، بفرمایید. آمین آمین. درود و سلامتی خداوند همراه شما برادر عزیزیم و تمام وطندارایی که صدای ما را میشنوه، همونطور که برنامه شما و موضوع برنامه شما و نام برنامه شما عیسی تنها راه نجات، عیسی تنها راهی برای بیرون رفت است از این دره تاریکی و غم و اندوه که دنیا را فرا گرفته. عیسی تنها امید و تنها راه. خدا را شکر میکنم که امروز ما در برنامه شما هستم که شهادت ایمانی خود با شما شریک بسازم. خدا رو شکر میکنم برای وجود برادر عزیزم. بفرمایید. ما هم برادر شو یعنی خدا رو شکر میکنم برای وجود شما و برای وجود خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال. در ابتدا که خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال هست برادر، که به ما حیات داد و این فرصت را فراهم کرد تا ما در نام او با هم جمع شونیم و شهادت کاری که در زندگی شما کرده، این یک افتخار هست که شما اینجا نیستین که مثلا اعلام کنید که من این کار رو انجام دادم، شما اینجا هستین تا بگین
که خداوند عیسی مسیح برای شما چی کار کرده و این دعوتی هست برای دیگران. خداوند عیسی مسیح میخواد از طریق شما اونها را هم دعوت کنه. بفرمایید برادر، صحنه مال شماست. آمین. خدا را شکر میکنم امروز که ما دو هفته قبل شهادت ایمانی خود تا نصف شریک ساختم که چطور ما در هندوستان رسیدم و چگونه شد که ما به هندوستان رفتم و دوست ما و برادر ما که مرا کلام مقدس را در افغانستان داده بود را خواندم و بالاخره در هندوستان رفتم با مسیحیای اونجا که افغان بودن آشنا شدم. خب بالاخره با خیلی کنجکاوی و جنگ دعوا و نفرت و داخل کلیسا رفتم و حتی با کشیش کلیسا دعوا و جنگ کردم و خدا رو شکر که وقتی ما داخل کلیسا رفتم با کشیش کلیسا برای ما صحبت کردم و که ما میخواییم از اونجا شروع کنم که گفت برین دعا کنید که خداوند خودش خدا بر شما نشان بده. من ازش سوال کردم کدام خدا؟ گفت خدایی که شما رو خلق کرده، آفریده، خدایی که شما رو برای هدف عالی و گرانبها خلق کرده و آفریده، برای اون دعا کنید. و خدا رو شکر وقتی امروز من از اونا درخواست کردم که برای من دعا کنند، دعا کردن و وقتی من بیرون کلیسا را آمدم و داخل بس یا اتوبوس رفتم، یعنی واقعا اون آرامش را که من در مکه و عربستان دنبالش میگشتم خداوند در درون ما آورد و اون آرامش من حس کردم، احساس کردم. من هیچ وقت فراموش نمیکنم که وقتی در اون شلوغی اتوبوس وقتی من طرف خانه برمیگشتم از خود سوال کردم، گفتم لطیف اگر امروز شما در جای اشتباه آمدین، در جایی که مسیحی هاست یا با از نظر مسلمان ها یا از نظر خواهرابرادرای مسلمان ما اونجا جای کفر هاست یا مرتد هاست، چطور من ای آرامی را از کجا دریافت کردم؟ این برای من بسیار سوال بزرگ بود و خدا را شکر میکنم که و واقعا با خود کلنجار رفتم و سوال کردم از خود و رفتم با دوستی ما که در اتاق بود با یه شریک ساختم که هم اتاقی بودم شریک ساختم که امروز من کلیسا رفتم واقعا احساس آرامش کردم و ایشون هم قبل از ما دو سه بار کلیسا رفته بودن به خاطر که امروز من کلیسا رفته بودم ایشون نرفته به خاطر که ما نمیخواستیم هم دیگه ما خبر شد که ما کلیسا میریم. خب به هر حال ما تصمیم گرفتیم که کتاب مقدس را دوباره بخونیم و شروع کردیم کتاب مقدس خواندن را دوباره با مقایسه کردن با کتابی که ما از او پیروی میکردیم. ما برادر یه چیزی میخواستم اینجا وسط روشن شم، چون که قسمت دوم شهادت شما هست، شما تا الان ایمان به خداوند عیسی مسیح ندارین ولی آرامش رفتین کلیسا به عنوان، حتی در قسمت قبلی شهادتتون گفتین که کشیش رو اصلا مثلا شاید توهین کردین برش یا زدین، حالا هر چیزی با چک زدین، حالا کاری با اینا رو گفتین و بعد براتون که دعا کرد یه چیز غریبی شما در خود احساس کردید که این برای شما غریب بود، عجیب بود و غریب بود و این چیز عجیب غریب شما بعد باعث شد که این چیز عجیب غریب که شما در خودتون احساس کردید، این باعث شد که شما فکر کنید. وقتی که فکر کردید نتیجه فکر شما این بود که از خودتون سوال پرسیدین، گفتین اوکی اگر من در جای غلطی هستم پس این چیزی عجیب چیست و اون چیزی عجیب چیست که آرامیشه و این آرامیش شما قبلا نداشتین و الان چیزی دارین که همیشه دنبالش بودین و اونم آرامیشه. پس شما گفتین خب اگر من در جای غلط هستم پس این آرامیش چیه؟ عجیبه. پس اگر من اگر در جای درست هستم پس میخوام بیشتر به این بدانم. پس این سوال را که از خودتون پرسید این باعث شد که شما برین کتاب مقدس را بخونید، درسته؟ بله، این باعث شد که ما دوباره بریم مقایسه کنم کتاب مقدس با کتابی که من با او باور داشتم، مقایسه کنم که کجایش اینا تغییر داده، به خاطر که ما باور داشتیم که انجیل را تغییر دادن، دست خورده است و بالاخره باید پیدا میکردیم که کجای اینا را دست دادن و کجایشان اینا تغییر دادن. خب بالاخره خب به خواندن این بودیم و هر روز مقایسه میکردیم و این دو تا کتاب. خب بالاخره روز شد که یک دوست ما و برادر ما، خب من میخوایم در اون نقطه برسیم به خاطر که زمانی برنامه، که
برادر ما فعلا هم در هندوستان است. من افتخار میکنم که با ایشان دوست هستم و ایشان مریض بودن و ایشان از یک مریضی به اصطلاح که ما میگیم جین میگیره یا نمیفهم در انگلیسی افلپسی میگم، اینا دوچار این مریضی بودن و خدا را شکر که وقتی کشیش کلیسا دعا کرد داره این ایمان این شفا پیدا کرد، این برای من بسیار یک دری را باز کرد. اونجا ما یک قدرت به نام عیسی مسیح دیدم، اونجا ما یک قدرت عظیم نام عیسی مسیح اونجا حس کردم. بالاخره من شبی که عیسی مسیح را پذیرفتم، من واقعا با خود در تنهایی، یعنی جایی که از نظر مذاهب یا از نظر دین جای درست است، من در واقعا در تشنا و دشویی رفتم، عیسی مسیح را در قلب خود در زندگی خود دعوت کردم. اونجا من گریه کردم، من نمیخواستم کسی دیگه بفهمه که من مسیح شدم، من به تنهایی میخواستم عیسی مسیح را بپذیرم و کسی دیگه خبر نشه و ما این آرامش داشتیم. و او را اون شب در زندگی خود با گریه و زاری دعوت کردم که از عیسی مسیح خواستم که از امشب به بعد تو خداوند و سرور زندگی ما هستی، نجات دهنده زندگی ما هستی. و خدا را شکر وقتی اون شب او اتفاق افتاد، من دیگه نتونستم عیسی را که در زندگی خود دعوت کرده بودم او را مخفی نگه دارم. و همون شب همون کسی که در خانه ما مهمان بود، اون واقعا نگاه کرد، دید که در درون لطیف اتفاق رخ داده، انقلاب رخ داده. بالاخره آمد نزدیک من و از من خواست که برای من دعا کنم. اون آمد دست خود روی شانه من گذاشت و دعا کردن شروع کرد. او وقت شد که من همه چیز رو بروز دادم بیرون و شروع کردم به اقرار کردن گناهان خود. تمام گناهانی که ما کرده بودم بدون ترس و بدون خجالت در حضور همه بشری کردن شروع کردم و گناهان خود اقرار کردم و عیسی مسیح را در حضور همه پذیرفتم. شب او باعث شد که واقعا روز بعد زندگی ما تغییر کنه، یعنی در روز بعد ما زندگی را با نوع دیگه دیدم، یعنی ما فکر ما تغییر کرد، طرز حرف زدن ما تغییر کرد و طرز دید ما نسبت به انسانها تغییر کرد. کاملا یک انسانی که تغییر کرده، جدید شده، ما خود اونجا پیدا کردم. این باعث شد که من واقعا عیسی مسیح رو به همه شریک بسازم که عیسی تنها راه نجات است، عیسی است که تنهاست که میتونه زندگی ها را نجات بخشه. بله، وقتی ما ایمان آوردم زندگی آسان نبود و بسیار با مشکلات فراوان برخوردم، از رد شدن از طرف فامیل، رد شدن از طرف مردم، رد شدن از طرف تمام کسایی را که ما میشناختم. برادر من ببخشید حرف شما را قدم، قبل از اینه که مثلا وارد جفای مثلا بشین، وارد مثلا قدم زدن، چون وقتی که ما شروع میکنیم قدم میزنیم به خداوندمون عیسی مسیح شوهجل، قدم زدن با خدا در این دنیا آسان نیست و راحت هم نیست. اینو خیلی احساس میکنن که هست، ولی خب قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم، اینجا سوالی برای من پیش اومده که میخوام اینو از شما پرسان کنم برادر، که شما گفتین شما بودین توی اتوبوس، آرامش را دریافت کرده بودین، آمدین خانه و این دوستی رو در خانه داشتین، هم اتاق بود یا حالا هر همخانه شما بود، که اون میرفت کلیسا و شما میرفتین کلیسا، ولی این کلیسا رفتن شما مخفی از همدیگر بود، یعنی نمیخواستید اینو عیان کنید پیش همدیگر که ما کلیسا میرم، در شما تو کافر شدی رفت و شما داشت. این اینطوری بود و شما خودداری میکردین که نرین مثلا اینو آشکار نکنید، فاش نکنید. بعد شما شروع کردین به خواندن کتاب مقدس. وقتی که کتاب مقدس رو خواندین، اطلاعات های قطعا از کتاب مقدس به دست آوردین که خداوند عیسی مسیح کی هست، یعنی خدا رو از طریق کلامش، خداوند عیسی مسیح رو شناختین، یعنی کلام شما را با خداوند عیسی مسیح آشنا کرد و شما شناختین عیسی مسیح کی است. بعد از این شما فرمودین که دوست شما
که مثلا چیز داشته، جین زده بوده، جین داشته یعنی ارواح پلید داشته. مثلا در زبان لغوی ما میگه، افغانستان میگه جین داشت، جین زده یا جین داشته، ولی کلام خدا رو وقتی که ما میخونیم، کلام خدا با ما میگه ما انسان ها خانه هستیم، این خانه باید پر شونه، خانه خالی از سکنه نباید باشه. بدن ما، جسم ما خانه هسته، یا ما با روح خدا پر میشیم یا با ارواح پلید پر میشیم. کلام خدا اینا روشن برای ما بیان میکنه. پس شما فرمودین که این دوست شما که این خانه هست پر بود، از یه چی پر بود؟ از ارواح پلید. بعد این برای دوست شما رفت دعای شد، مثلا جین زدگی که ترس میگیره دانش کف میگه اینا، به نام عیسی مسیح. شما تا اینجا شناختی از خدا عیسی مسیح از کلامش دارین، به نام عیسی مسیح شاگرد عیسی مسیح دعا کرد، عیسی مسیح این خانه رو تمیز کرد، درسته؟ دوست شما رو پاک کرد و این برای شما مثلا چون شما آرامش رو دریافت کردید، این خدا عیسی مسیح رو از کلامش شنیدید و این اتفاق که در جلوی چشم شما افتاد، انگاری این سندی شد برای اقتداری که شما قدم ایمان را بردارین، درسته؟ برای ما این قسمتش یه خود توضیح بدین که برادر دقیقاً اونجا شما چی احساس داشتین و چی فکر میکردین وقتی که معجزه را دیدین که خداوند عیسی مسیح این شخص را تمیز کرد، از ارواح پلید پاک کرد. بله برادر عزیز، ما قبلا در شاد دو هفته گذشته ما شریک ساختم که از کجای کلام مقدس وقتی کشیش کلیسا صحبت میکرد، از متی فصل 11 آیه 28 بودن که صحبت میکردن با که چطور عیسی مسیح میگه ای تمام زحمت کشان و گرانباران نزد من آید، من به شما آرامش خواهم داد، یوغ مرا بر دوش بگیرید چون من نرم دل و فروتن هستم. و وقتی من خودم خواندم در یوحنا فصل 14 آیه 27، برادر عزیز اگه شما بتونین اون رو بخونین دوباره، در یوحنا فصل 14 آیه 27 میگم عیسی مسیح میگه من سلامتی خود را به شما خواهم داد، سلامتی که دنیا نمیتواند به شما بدهد، یا در ترجمه دیگه میگه من آرامشی به جا میگذارم، آرامشی که دنیا نمیتواند او را به شما بدهد. این تمام چیزایی بود که ما در درون خود دنبال چیزا بودم در کلام مقدس. وقتی میخواندم با برادر خود که وقتی کلام مقدس میخواندم، یک شب یک روز در خانه برادر ما، وقتی ما فیلم عیسی مسیح رو نگاه میکردیم، عیسی مسیح میگفت هر کسی که پیرو من شود او باید صلیب خود را بردوش بگیرد، او کسی که صلیب خود را بردوش نگیرد لایق من نیست. این تمام چیزا برای ما سوال شده بود که بله آیه را بخوانم که چون چیزی را که شما اشاره کردین، آیه را که گفتین 27 میگه خداوند عیسی مسیح شاه جلال میفرماید، میگه برای شما آرامش به جا میگذارم، آرامش به جا میگذارم، آرامشی که آرامش خود را به شما میدهم. اینجا برادر شما شما فرمودین که وقتی که آرامش را که دریافت کردین چرا غریب بود برای شما؟ چون این آرامش زمینی نبوده، این آرامش الهی بوده. خداوند عیسی مسیح میگه آرامش خود را، یعنی آرامش الهی را به شما دادم، میگه آرامش خود را به شما میدهم، آنچه من به شما میدهم نه چنان است که جهان به شما میدهد، دل شما مضطرب و هراسان نباشند. خداوند عیسی مسیح میگه آرامش را که دریافت کردین، از خودتون هی سوال نپرسین که خب چی شد، من چرا اینطوری شدم، چه اتفاق افتاد، میگه مضطرب نباش، مضطرب نباش، من این آرامش رو به تو دادم و من شما رو برای همین آفریدم، برای همین خلق کردم که شما آرامش من رو در خود داشته باشید. بفرمایید، برای این آیه بود خواندم من. تشکر برادر عزیزم. بله اموتی که شما خواندین، من تمام چیزها رو میخواندم در کلام مقدس و او رو کاملا درک نمیکردم که عیسی مسیح میگه، نمیگه من راه آرامش به شما نشان خواهم داد، یا من راه رو به شما نشان خواهم داد که شما ای صلوات بفرستین، ای کلام رو بخونین، ای را اقرار کنین، شما آرامش دریافت نگو، میگه من آرامش خود را به شما میدهم. و در عمده که در انجیل متی فصل 11 میگم من به شما آرامش میدهم، عیسی مسیح خودش میگه من کسی هستم که سر چشمه آرامش هستم، من کسی هستم که به انسانها آرامش میبخشم. تمام چیزا برای من سوال خلق شده بود که ما نمیتونیم بگیم عیسی خداست، به خاطر که میگفت چطور میتونه انسان خدا شوه، امکان نداره، به خاطر که ما با
عقل انسانی خود، بشری خود کوشش میکردم خدا را در فکر خود، در عقل خود جای بتیم و او را بپذیرم. و وقتی ما ایمان آوردم، ای برای ما باشد که خدا میتونه انسان شوه و انسان هرگز نمیتونه خدا شوه. خدای قادر مطلق او آمد انسان شد، جسم پوشید تا گناه لطیف را بردوش بگیره، تا لطیف را نجات بخشه. این تمام این چیزها باعث شد که من ایمان بیارم. او ایمان خود را نتانستم مخفی نگه دارم، او را با چون با شادی ایمان، با آرامش ایمان رسیدم و او را کوشش کردم برای همه کسانی که میشناختم پیام بتم که و شما هم میتونین او آرامش را دریافت کنید، شما هم میتونین این راه نجات را دریافت کنید. بله، وقتی ما در راه عیسی مسیح آمدیم، ما تمام چیزا که در کلام مقدس ما میخوانیم، او برای من باش شد که عیسی مسیح چرا میگه که کسی که از من پیروی میکند باید صلیب خود را بر دوش میگیرد و از من پیروی کند، یعنی هر روز من را اعلام کند به مردم، هر روز از نجات من به مردم صحبت کند. بله برادر عزیز. پس اینجا وقتی که شما این معجزه را دیدین، اون در اون لحظه چی احساسی داشتین؟ به عنوان یک شخصی که هنوز به خداوند عیسی مسیح ایمان نداره و اطلاعاتی، مثلا یک اطلاعاتی فرض کنیم مثلا 70% در خداوند از خداوند عیسی مسیح دریافت کرده و شخصی که در عربستان سوئدی زندگی کرده، مکه رفته، حج رفته، مثلا طواف کرده، مثلا کسی را که خانهش در جوار مکه هست، شیطان، آقای شیطان را خط سنگ زده. پس به عنوان یک شخصی که شما تمام این کارا را کردین، از دین خودتون کاملا آگاه بودین که مسلمانی بود، دین اسلام بود، و این برام یک اطلاعات 70% در مورد خداوند عیسی مسیح پیدا کردین، ولی آلی نه مسلمانید، والا اگه اینطوری میتونم بگم، نه مسلمانید نه مسیحیت هنوز. الان شما گفتید که مسیحیست، ولی در اون معجزه قبل از چیز اتفاق افتاد. پس وقتی که شما دیدید به نام خداوند عیسی مسیح این شخص شفا یافت، اینجا چی احساسی داشتید؟ خب بعض وقتا است برادر عزیز، من میخواستم میره باز کنم در مقطع زندگی کسانی که ایمان آوردن به جای رسیدن که در سر دوراهی هستن. ما در درون خود کلام مقدس را تایید میکردم، ما در ذهن خود از دین و مذهب خود دفاع میکردم، به خاطر که حق شده بود در مغز ما، در فکر ما از کوچکی. به هر حال وقتی ما چیزی را، معجزه را که دیدم، من نمیتونم بگم که ما یک قدرت دیدیم در درون، اما ما حس کردیم و قدرت را که در نام عیسی مسیح قدرت است. در نام عیسی مسیح ما دیدم که برادر عزیز ما شفا یافت و او واقعا شفای درک کردم، دیدم که او شفای کامل یافت که تا امروز دیگه همچون مریضی نداره. خدا را شکر میکنم. بله، او باعث شد که من دیگه به دنبال سوال نرم که سوال کنم که چطور انسان میتونه خدا شود. من رفتم از عیسی مسیح خواستم که در زندگی ما بیایه. اگر واقعیت است، اگر حقیقت است، ما میخوایم در زندگی ما بیایه و از امروز نجات دهنده ما باشه. و خدا را شکر میکنم که او از امروز وارد زندگی ما شد، از اون شب وارد زندگی من شد و او نشان داد که او خدای آرامش است، خدای شادی است. او برای من شادی داد، آرامش داد، او قلب ما را تغییر داد و انقلاب درونی در زندگی ما رخ داد. و من خدا را شکر میکنم که از امروز تغییرات در زندگی ما شروع شد تا امروز. خداوند هر روز کار میکنه در زندگی من و من هر روز و خداوند نزدیکتر و نزدیکتر میشم از طریق عیسی مسیح. آمین. و بله، ما میخواستم بخش دیگه ای را شریک بسازم، که وقتی من ایمان آوردم چی شد. وقتی ایمان می آوردم، ما زندگی ما آسان نبود و زندگی ما مونده که گفتم، زندگی ما دیگر مشکلات بیشتر را به خود گرفت، مشکلاتی که از طرف بهترین دوستت، فامیلت، تمام کسایی را که میشناسیم. وارد این قسمت موشیم، اوکی؟ وارد این قسمت میشیم، ولی قبل از اینکه وارد این قسمت بشه، ما میخوایم این دلیل ایمان آوردن شما را این روشن بسازیم برای ازان. چون خیلی ادعا میکن، خیلی ها مثلا این تهمت رو میزنن، میگه اینا رفتن مثلا پول میگیرن، پول دادن برشون ایمان آوردن. بابا این چیزا چیه؟ آیا به شما پول داد یا شما اونجا وقتی که این خداوند عیسی مسیح این شخص رو شفا داد، شما قدرت خدا رو دیدین؟ کدومش بود؟ تشکر برادر عزیز که رو گفتین.
تمام کسایی که من را میشناسه، وقتی ما ایمان آورده میخواستم در او شریک بسازم در امو زندگی بعد از ایمانی که من ایمان آوردم، من زندگی ما بسیار به فقر و مشکلات بسیار جفا روبرو شد. بله که من عیسی مسیح را دریافتم ایمان آوردم، من قدرت او را دریافتم ایمان آوردم، من زندگی را دریافتم و ایمان آوردم. هیچ کلیسایی، هیچ شخصی، هیچ پیام‌آور عیسی مسیح، هیچ خادم عیسی مسیح ما تا بال کسی نمیشناسم که به هیچ انسان دیگه قول پول داده باشه که شما ایمان بیارید ما به شما پول میدیم و خرجتان میدیم. هیچ امکان نداره. آمین. پس اینجا بحثی پول نبوده، شما حتی کلیسا رفتین خادمی را که امکان داشت بریتون، مثلا ما فرض بر این میذاریم، مثلا امکان داشت که شما را یک کمکی هم بکنه، مثلا حالا مالی باشه، شما حتی اون کشیش با چک زدن اونو به خودتون دشمن درست کردین. پس اینجا هر امکان پولی یا هر امکان مثلا کمک مالی که بود شما قطع کردین. چرا؟ چون مسیحا را رفتین توهین کردین، مسیحا را رفتین زدین، حتی رفتین توی کلیسا در مقر اونا با اونا توهین کردین. پس شما تمام امکانات پول و وضعیت مالی را قطع کردین و اینجا بود که شما با خدا ملاقات کردید و خداوند عیسی مسیح شاجال، وقتی که شما دیدین که این خانه را تمیز کرد و این شخص را شفا داد، شما قدرت خدا را در عمل دیدین و نخواستید اینو رد کنید. درسته؟ آمین آمین. برادر عزیزم، تمام کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن، اونا همه ایشان رو درک میکنند. اما تو که در اول قرنتیان میخوانیم، میگه شخص روحانی میتونه کلام روحانی رو درک کنه و او رو هضم کنه. وقتی ما تا روح خدا رو نداشتیم، عیسی مسیح رو نداشته باشیم، او رو در زندگی خود نمیپذیریم، خیلی چیزا برای ما گنگ است، نمیتونیم بپذیریم و نمیتونیم او رو قبول کنیم. و تنها روح خداست که برای ما کاشفه میکنه او زندگی ابدی پر از نور و نجات و شادی را. بله، ما در تمام مشکلات در هندوستان با تمام اون مشکلاتی که داشتیم، به پولی، به خانگی و در سرک خوابیدن را، تمام چیزها رو ما تجربه کردیم. ما 3 بار در سفارت زندان شدیم و 3 بار سفارت ما را زندان کرد. یک بار که ما 3 نفر بودیم از ایمانداران افغان، ما را زندان کرد که ما تهدید میکرد که ما شما رو به افغانستان میفرستیم، ما قدرت داریم و تمام چیزها بودک در زندگی ما. اما در درون ما پر از شادی و تا امروز شادی رو ما داریم. در درون ما پر از شادی و زندگی بود، آرامش بود و ما عیسی مسیح او رو برای ما داد، او چیزی را که تمام دنیا دنبالش میگرده. و عیسی مسیح برای ما به بخشش داد، یعنی تحفه داد برای ما اون آرامش و شادی را. بله، اما تو که شما گفتین برادر عزیز، ما بدون این که کسی برای ما وعده پول و وعده تمام چیزا رو بده، ما ایمان آوردیم. بله، وقتی اگر کسایی میگه وعده پول، ما امروز خدا رو شکر میکنیم در آمریکا هستم. در آمریکا همه چیز است که تو بتونی کلیسا رو رد کنی یا در کلیسا بری، این حق انتخاب خودت. کاملا یک کشور آزاد است و تو در همه چیز رسیدگی داری، میتونی کار کنی. و خدا رو شکر من در استرالیا بودم، در استرالیا کار میکردم و هم خدا رو خدمت میکردم. من در استرالیا از ساعت 4:30 صبح سر کار میرفتم تا 2 بجه روز من سر کار میرفتم. و امروز از اینجا هست که من هر روز ساعت 5 صبح از خواب بیدار بشم، سر کار هستم. خدا رو شکر میکنم که از دستان خود زحمت میکشم و خدا رو شکر میکنم که معاش میکنم تا زندگی خود رو بچرخانم. خدا رو شکر میکنم. آمین. پس برادر، الان میخوام وارد اون قسمت زندگیتون بشم که شما ایمان آوردین. مثلا شما ایماندار نبودین که اون جلسه قبلی گفتین، و آله که مثلا ایمان آوردین و ما تلاش کردیم، که امیدوارم که تلاش کرده باشیم که دلیل ایمان آوردن شما روشن بسازیم، چون که قدرت خدا را دیدین. و بعد الان ما میخواهیم شما وقتی که ایمان آوردین، قدم زدن شما با خداوندمون عیسی مسیح از کجا آغاز شد؟ چرا مثلا اصلا شما چرا گناهان، چرا احساس کردین که اونجا که دست گز ایمان آوردین رفتین توی مثلا دستشویی رفتین ایمان آوردین،
این ایمانتون را اونجا با خدا اعتراف کردین، در حضور خدا دعوت کردین، خداوند عیسی مسیح پذیرفتین به عنوان نجات دهنده. وقتی که آمدین بیرون، روی شانه شما دست گذاشتن، به نام خداوند عیسی مسیح، همون خدایی که دوستتون را شفا داده بود، به نام همون خدا برای شما دعا شد و اینجا یه اتفاق برای شما هم افتاد. انگاری چیزایی که شما احساس می‌کردید گناه نیست و نادیده می‌گرفتین، انگاری اونا در بالا می، انگار از درون شما هم پاک میشین. چه اتفاق اونجا افتاد وقتی به نام خداوندمون عیسی مسیح براتون دعا شد، به این دفعه به عنوان یک ایماندار برادر؟ آمین. تشکر برادر عزیزم، تشکر که به این اشاره کردین و گفتین. اولین چیزی را که خداوند برای انسانها که انسانها را دوست داره مکشوف میکنه این است که گناه هست. خداوند هیچ وقت با گناه کنار نمی آید. او چیزی را که به کسانی که از او پیروی میکنه مکشوف میکنه که ما انسانان گناهکار هستیم، باید به گناه خود اقرار کنیم. چیزی که برای ما باشد که ما بارها خوانده بودیم درباره آدم و حوا که چطور آنها وارد زندگی گناه آلود میشن و گناه میکنن. از طریق از اونا ما میبینیم که دنیا این گناه به گناه غرق شده. ما فقط میخواستم این را بگویم که او برای ما باعث شد که من یک انسان گناهکار هستم، باید به گناه خود اقرار کنم. نباید دیگر مثل انسان اولی تقصیر همه زندگی خود به گردن خداوند بندازم. فهمیدم که مسئولیت زندگی ما به دست خود من است. من باید به حضور خداوند بیایم و فروتن شوم و توبه کنم از گناهان خود و بگذارم که خداوند در زندگی ما کار کنه. بسیار برای ما روشن شده بود. بگذارم که او در زندگی ما عمل کنه و بگذارم که او زندگی ما را بر دست بگیره و سکان زندگی ما در دست او باشد. این برای ما بسیار باعث شده بود در اون بار اول که من باید توبه میکردم. آمین. پس اونجا وقتی که شما رفتین توبه کردین، ایمان آوردین و این دفعه قدرت خدا را دیدین، جلال خدا را به عنوان یک شخص ایماندار که براتون دعا شد دیدین و اینجا فهمیدین که شما بر علیه انسان، این خیلی مهمه برادر، که ما در وقتی که گناه انجام میدیم یا مثلا یه آره دیگه هر کاری که بر علیه شریعت خدا انجام میدیم، ما احساس میکنیم ما انسانی را بر علیهش گناه کردیم، در حالی که ما بر علیه انسان گناه نمیکنیم، ما بر علیه خدا قیام میکنیم. خدا اینه در کلام خدا بسیار روشنه. کلام خدا میگه اگر شما بگید برادر خود را نفهم فرض کنید، شما به آفریننده او توهین کردید. نمیگه کسی که ای را آفریده فهم نداشته، یعنی خدا را ما داریم میگیم ای نفهم چی آفریدی، اینطوری هست. پس ما اولین ملاقاتمون با خداوند عیسی مسیح این هست که ما میفهمیم که گناه ما بر علیه خدا هست و خدا ما را باید مورد بخشیشش قرار بده و اینجا خداوند عیسی مسیح شاه جلال رفت روی صلیب. وقتی که ما به گناهمون اعتراف میکنیم، صلیب خداوند عیسی مسیح برای ما آشکار میشه و ما گناهان ما، سند قرضهای ما بر صلیب میخکوب شد و اینجاست که خدا از طریق صلیب خداوند عیسی مسیح میتونه به ما فیض عطا کنه. این برای ما روشن شد برادر. پس الان شما در مورد این باید صحبت کنید. ازتون میخوام این سوالو بپرسم که شما گفتین یه اشتیاقی عظیمی در قلب شما بود که یعنی پول نداشتین، هیچی نداشتین، خانه نداشتین، غریب بودین، در کشور غریب بودین، ولی یه اشتیاق در قلب شما بود که اینه میخواستین با دیگران شریک بسازید. او چی بود برای ما بفرمایید و چگونه انجام شد؟ خدا را شکر میکنم برادر عزیز. بله، ما اشتیاق نجات خداوند که ما دریافت کرده بودم و آرامش، ما میخواستم با تمام دوستای ما که مثل ما در اون زندگی تاریک و مذهبی دینی و زندگی میکردن، در زندگی پر از کینه و نفرت که قبلا خود ما در آن زندگی میکردم، من میخواستم واقعا آنها از اون نجات پیدا کنم، چون اونها را دوست داشتم، آنها را میخواستم که واقعا نجات پیدا کنم و او اشتیاق باعث شد که من برای تمام کسایی که میشناختم شریک بسازم، حتی برای کسایی که در تمام کسایی که من برایشان رابطه داشتم و از نزدیک دوست نبودم، ما در جایی که می رسیدم از عیسی مسیح با اونا صحبت میکردم در هندوستان. و بله، در همون لحظه برای ما خیلی می گفتن که بله شما از کلیسا چقدر پول گرفتین، پول می گیرین و او خاطر کارا رو انجام میتین. در حقیقت کسی که ایمان میاره او
برای زندگی ابدی است، او زندگی ابدی را برای انسان‌ها شریک می‌سازد، مثل نوح که برای انسان‌ها شریک می‌ساخت که طوفان در راه است، بیاین ایمان بیارین که طوفان در راه است. یک مسیحی، یک پیرو عیسی مسیح درک می‌کنه که دنیا به سوی هلاکت است، بیاین ایمان بیارید، بر سکان عیسی مسیح بشینید که او نجات می‌تشمار، او تنها نجات دهنده است. بله برادر عزیز، این اشتیاق فرمودید که این اشتیاقه که ملاقات داشتین با خدا و این ملاقات زنده بود، ملاقات زنده شخصی با خدا داشتین، این ملاقات زنده و شخصی شما با خدا شما را تغییر داد و میخواستین همه با خدا ملاقات کنه، درسته؟ آمین. پس اینجا شما همه را دعوت میکردید، میگوید، یعنی میگفتین که بیاید من با خدا ملاقات کردم، شما هم با خدا ملاقات کنید، که این هدف برنامه ما هم هست برادر. چون عزیزان دلم، ما با خدا ملاقات کردیم، این خدا داوود نصارا را یا برادرم لطیف را ما را نمیبینه که خدمت شما عرض کنه ما بهتر از کسی باشیم. خدا برادرمون خیلی زیبا در مورد نوح فرمودن، ما وقتی که داستان نوح را در تورات میخوانیم، میگه خدا میگه نوح در چشم خدا فیض یافت. نوح آدمی خاصی نبود، نوح مثل دیگر آدم ها بود، ولی میگه نوح در چشم خدا فیض یافت و فیض خداوند عیسی مسیح شاهد جلال امروز روی صلیبش بر شما پیشکش شده. داوود نصارا برادرم لطیف، عزیزان، در چشم خدا فیض یافته. امروز روزی ای هست که شما هم در حضور خدا فیض بیابید. بیاید امروز فیض خدا را بپذیرید تا خداوند عیسی مسیح شاهد جلال با شما یک ملاقات زنده داشته باشه، تا شما را در آغوش بگیره و در کشتی سوار بشین با خداوند عیسی مسیح سیر کنید. هللویا. پس بعد الان میخوایم که وقتمون داره به پایان میرسه، ازتون خواهش میکنم، میخوام اینو برای ما بگید که زندگیتون به عنوان یک شخص ایماندار آسان تر شد وقتی که ایمان آوردین یا سخت تر شد؟ زندگی هیچ گونه آسان نمیشه وقتی به عیسی مسیح ایمان بیارید. امروز پیام ما برای تمام کسایی که پیروی میخواین از عیسی مسیح پیروی کنه، این واضح است، باید گفته شود، چون عیسی مسیح رو گفت کسی که از من پیروی میکنه باید صلیب خود را بر دوش بگیره. از پیروی کردن و پذیرفتن عیسی مسیح در دنیای تاریکی آسان نیست. وقتی ما عیسی مسیح رو میپذیریم، ما رد میشیم، نفرت میشیم، مردم به ما اهانت میکنه و حتی ما از جامعه های بسیار پیشرفته مثل اروپا و آمریکا ما رد میشیم. خیلی ها کسا ما رو رد میکنه به خاطری که ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم. این آسان نیست و آسان نخواهد بود کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره. اما خدایی که برای ما شادی میبخشه، خدایی که برای ما قدرت عطا میکنه، ما مشکلات را با شادی زندگی میکنیم. ما دیگر مشکلات برای ما بزرگ نیست، چون خدای ما دیگر در زندگی ما بزرگ شده. ما دیگر به خدا تکیه میکنیم، نه به مشکلات که به مشکلات نگاه کنیم. دیگر مشکلات را بزرگ نمیبینیم. مشکلات هست، وجود داره، اما مشکلات را دیگر ما بزرگ نمیبینیم، چون خدای ما در زندگی ما بزرگ شده و بزرگ جلوه داده شده. ما دیگر خدای بزرگ در زندگی خود میبینیم، نه مشکلات را. به او خاطر ما میخواستم رومیان فصل 8 را بخوانم. درباره محبت عیسی مسیح است که در رومیان فصل 8 از آیه 35 میگه پس چی کسی میتواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت، نگرانی یا زجر، گرسنگی یا تهدستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ چنان که کتاب مقدس می فرماید به خاطر تو در تمام روزها در خطر مرگ هستیم و به خاطر تو در تمام روزها در خطر مرگ هستیم و مانند گوسفندانی که به کشترگاه می رود رفتار می شود. با وجود همه این چیزها به وسیله اویی که ما را دوست داشته پیروزی ما کامل می شود. بله، اگر در بقیش بخوام میگه یقین داریم که کامل می شود. بله، وقتی ما محبت عیسی مسیح را دریافت میکنیم، او را میپذیریم، او محبت او در زندگی ما حقیقت پیدا میکنه. ما دیگه با کلام نمیشنویم، بلکه او را تجربه میکنیم، آرامش، شادی را تجربه میکنیم. خدای ما در زندگی ما او بزرگ میشه. دیگه ما خود ما بزرگ نیستیم، ما مردیم، خدا در زندگی ما زنده میشه، زندگی میکنه. به او خاطر است که خدا وقتی در زندگی ما زندگی کنه، دیگه مشکلات
هست، در مشکلات ما روبرو میشیم، اما خداست که در مشکلات با ما هست، در مشکلات با مشکلات مقابله میکنه، نه ما. آمین. این است سر و بخشی بزرگ زندگی یک مسیحی یا پیرو عیسی مسیح. آمین. حالا خدا را شکر برادر برای وجودتان که این روشن ساختین که ما وقتی که ایمان میاریم به خداوندمون عیسی مسیح شاهد، حالا این به این معنا نیست که ما زیر پای ما فرش قرمز پهن میکنم میگه بیاین دیگه، خلاص این نیست. وقتی که ما به خداوندمون عیسی مسیح ایمان میاریم، زندگی اتفاقا سختتر میشه برای ما، چون که دنیا بر علیه خدا هست ولی ما با خدا قدم میزنیم. وقتی که ما با خدا قدم میزنیم، خدای ما بزرگتر از هر مشکلی هست. از آن اگر امروز شما میخواید به خداوندمون عیسی مسیح، اگر امروز در جای هستین که مشکلات شما بزرگتر از خدا هست، بیاید نزد خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال، به خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال ایمان بیارید، با او قدم بزنید. او خدایی هست که بزرگ هست، او خدای عظیم هست، خدای سرمدی هست. برادر، ما وقتمون به پایان رسید، در حد یک دقیقه ازتون خواهش میکنم از با بیننده های عزیز ما صحبت کنید، چی چیزی دارید برای اینا بگین در حد یک دقیقه. در حد یک دقیقه ما میخواستم این رو بگویم که در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 عیسی مسیح این گونه میگه، عیسی مسیح میگه من راه و راستی و زندگی هستم. دنبال راه اگر هستین، دنبال راستی اگر هستین، دنبال زندگی اگر هستین، عیسی مسیح تنها تمام این چیزها برای شما میبخشد. فیض و سلامتی خداوند با شما عزیزان باشد. آمین. 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 حالا مرسی برادر که ما را این افتخار در ما دادید و با ما بودید و شهادت ایمانیتان را، کار خداوند عیسی مسیح شاه جلال در زندگیتان کرده، با ما شریک ساختید. واقعا از شما سپاسگزارم برادر، چون زندگی شما بسیار بالا پایین از دیدگاه روحانی ها، چون ما تلاش میکنیم در این برنامه دنیا از چیزی روحانی نگاه کنیم، مثلا نه روحانی که مثلا بریم یک جای بشینیم، نه، که مثلا ما در درونمون یک سری مبارزه ها هست که داریم، حتی در تنها ترین وقتمون ما این یه جنگ در درون ما هست و این جنگ رو کسی نمیتونه پیروز کنه مگر با خدا. وقت خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال رو ملاقات میکنیم، ما پیروز بر این جنگ میشیم، چون خداوندمون عیسی مسیح میاد قلب ما را پر میکنه و ما را پر میسازه. آمین. حالا دوستتون دارم از آن، وقت ما به پایان رسید. خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال فیضش با شما باشه، ایمان بیارید و خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال. آمین. خدا نگهدار. هللویا. آمین. آمین. رویم از شادی ها رهبر و سغم ها، عیسی ای خدا تو محبوب جان ها، ای شاه شاهانم، ای رب و لربابم، تو شاه شاهانم، تو رب و لربابم، ای شاه شاهانم، ای رب و لربابم، تو شاه شاهانم، تو رب و لربابم، شاه شاهانم، ای رب و لربابم، تو شاه شاهانم، تو رب و لربابم، ای شاه شاهانم، ای رب و لربابم، تو شاه شاهانم، تو رب و لربابم. شاهانم، ای رب و لربابم،